بینی، اما ممکنه قالبای دیگه باشه. یه نمونش اینه، یه حکایت دادیم میگه آقا این شعره به چه معنیه. یه نکته کوچولو بچه ها تو آزمون استعداد درخشان اگر مثل این بردارن از خارج کتاب درستون حکایتی بیارن، میگن آقا کلمه ها رو نگاه کنیم ببینیم احیانا کدوم بچه ها نمیدونن، اون کلمه رو به شما همونجا توضیحش رو مینویسن، شما خودتون رو نگران نکنید. پارسا یعنی عابد. ببین اگر کلمه این نمیدونستی معنیش واسط مینویسن، بنابراین ممکنه یک حکایت خارج از کتاب بدن، ولی نگاه میکنن که ببینن آیا کلمه‌ای هست که معنیشو ندونید یا نه. خب بچه این دو بیت کدوم یکی از این چهار تا قالب رو داره؟ بزنید ببینم، زود جواب رو بزنید ببینم. بارک الله. الیسا جان طعام یعنی خوراکی، غذا. طعام رو داری کتاب درسید عزیزم، به واژه‌نامه کتابت مراجعه کن، داری قربونت. با طعم هم در واقع خانواده است. خب بچه ها شنیدم که مردان راه خدا و دل دشمنان را نکردند تنگ، تا کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. بچه ها تو این دوتا بیتی که داریم میبینیم فقط مصرع‌های زوج قافیه دارند. کدام یکی از این چهارتا دو بیته، دو تا بیته مصرع‌های زوج قافیه داره، کدوم غالب میشه؟ دو بیتی و رباعی نیست؟ طرز قرائتن ردیف قافیه چهار پاره هم نیست؟ مون چی؟ قطعه. آفرین، قطعه. ببین تنگ جنگ فقط مصرع‌های زوج قافیه داره، همین تموشت. خب یازده رو بفرمایید، یازده رو بفرمایید. عسل جان قطعا با من کلاس نداری. آه الیسا جان شما پنجمی عزیزم، خوش اومدی، باریکلا به همتت. خب آره ممکنه نایده باشی. سلام عزیزم، خودتو معرفی کن. استاد من یه سوال داشتم. بفرمایید. بگو عزیزم. بله بفرمایید، گوش میدیم سوالتون رو، بفرمایید. صداتون نمیاد برام. چرا صدای من هست؟ احتمالاً شاید دریافت شما ضعیفه. صدا هست، بفرمایید. من میشنوم. میشنوم، بگو. دخترم میگفتی من میشنیدم. خب بچه ها یازده رو زدید شما ها؟ سلام. متشکرم، خودتو معرفی کن لطفا. محیا رو قبولی از ماست داریم. به به آقا محیا. محیار. محیار شهر زیبای ساری. خب بفرما، خدمت شما هستیم. آدمی خوار یازده خوانه بهتازی چی؟ خوش آنان که الله یادشان میبهند و غلغلا کار شدید، خوش آنان که دائم در نماز هم بهشت جاودان بزرگ شدید. آزه نیم من دو بیتیه. باریکالله باریکالله. ببینید بچه ها، ببینید معنیش چقدر قابل درک جدای این. ببینید بچه ها دو بیتی ها خیلیشون اینجوره، یارشان بی بود اصل نمیره، بی به زبان آمین است، اصلا به زبان گفتار نزدیکه. معنیشو نگاه کنید همه میفهمن. خوش به حال اونایی که خدا یارشونه، همیشه کارشون ستایش خداست. خوش کسانی که مدام دارن خدا رو شکرگزاری میکنن و بهشتم جایگاهشونه. ببین معنیش خیلی راحته. بله دو بیتیه، کاملا صحیحه. طرز قرار گرفتن ردیف و قافیه شون نشون میده که چهارپاره نیست. بچه‌ها قصیده شما تو کتابتون مشابه چون ندارید، فقط میگم بشنوید، سال بالاتر دارید. خیلی شبیه غزله. غزل اگه خوب یاد گرفتی، قصیده شبیه غزل به لحاظ قرار گرفتن ردیف قافیه، فقط تعداد بیتاش خیلی بیشتره، تا 70-75 بیت هم میتونه بره. موضوعش هم بیشتر وصف طبیعت و بزرگان و پادشاهان و امامان و پیامبر و خدا و پس. قصیده خیلی شبیه غزله، فقط موضوعش فرق میکنه، تعداد بیتش هم حدود 70-75 بیته. چون تو کتاب درستون شما ملاک یه نمونه نداشتید، ما روش خیلی تاکید نداریم. پسرم خیلی ممنونم، خیلی عالی بود. مرسی قربونت، شما هم همینطور.
بچه ها 12 رو بزنید بینم. حالا دیگه را افتادید. خوب دقت کنید سوالو. بچه هایی که میگفتن هوش کلامی چیه؟ ببینید هوش کلامی. این سواله باید مفهوم رو درک کرده باشی، استنباط کنی بزنی. بسم الله. نه، الینجا.